سلام رفقا، نرگس انصاری هستم. اگه میخوان همه چی راجع به لایه‌ها و هیستوری بدونید و لایه‌هاتون رو خیلی سریع پیدا کنید، تا آخرین آموزش همراه من باشید. توی قسمت ویندو تیک لایه را فعال میکنم و یا اینکه F7 رو میزنم تا پنل لایه‌ها و هیستوری واسه من باز بشه. میتونم پنل لایه‌ها و هیستوری رو از هم جدا کنم و یا توی یک پنل قرار بدم و هر موقع با هر کدومش کار داشتم روی اون کلیک کنم. من یک عکس دیگر رو وارد این صفحه میکنم. میبینید توی قسمت لایه ها یک لایه اضافه شد. شما هرچی وارد صفحتون کنید یک لایه اضافه میشه. من لایه کنترل جی میزنم، یه دونه کپی از لایه میگیرم و میبینید که یک لایه دیگه واسه من اضافه شد. و یا اینکه عکسم رو روش کلیک میکنم و درگش میکنم توی این قسمت، میبینید که از این عکس کپی گره و یک لایه دیگه اضافه شد. و یا با ابزار تایپ یه نوشته یا تایپ میکنم و میبینید به محض کلیک کردن یک لایه تایپ واسه من باز میشه. و یا اینکه یک شیپی میکشم و میبینید که یک لایه شیپ واسه من باز میشه. و حتی اگه با کنترل شیفت ان یک لایه خالی هم درست کنید، باز هم یک لایه دیگه به لایه های شما اضافه میشه. برای انتخاب هر لایه یا همینجا توی قسمت لایه ها روش کلیک میکنید یا با ابزار مور راست کلیک میکنید روی عکستون و از روی اسمش پیداش میکنید. واسه تغییر نام دادن لایه ها یه کلیک روی اسم لایه میکنید. این هایلایت آبی که ظاهر شد، هر اسمی که خواستید به لایه‌تون میتونید بدید و حتی میتونید واسه لایه هاتون رنگ مشخص کنید. روی لایه راست کلیک میکنید و یکی از این رنگ ها را بهش میدید. و الان من با ابزار موو راست کلیک میکنم روی صفحم و میبینید که مثلا لایه به نام یلو واسه من درست شد. توی قسمت کاین میتونید نیم رو انتخاب کنید و توی این کادر روبروش هر اسمی که به لایه‌تون دادید رو سرچ کنید، به راحتی واسه‌تون پیدا میکنه. توی همین قسمت کاین مثلا من میام الان کالر رو انتخاب میکنم و اون لایه هایی که رنگی کردم رو پیدا میکنم. روی این قسمت رنگ میزنم و بنفش رو انتخاب میکنم و لایه و لایه هایی که من بنفش کردم رو واسه من اینجا فیلتر و دسته میکنه. توی این قسمت کاین شما میتونید لایه ها رو فیلتر کنید، مثلا لایه هایی که ادجاستمنت دارن، تایپ هستن، هر چیزی هستن رو فیلتر کنید. توی این قسمت روبرو هم که مشاهده میکنید، مثلا روی تایپ که بزنید فقط لایه های تایپ ها به شما نشون میده. روی این دکمه نارنجی هم که بزنید میتونید حالت فیلترتون رو خاموش کنید. و اگه روی این سه تا خط بالای لایه ها کلیک کنید و پنل آپشن رو انتخاب کنید، توی این قسمت میتونید اندازه لایه تون رو به سایز کوچیک، متوسط و بزرگ تبدیل کنید. من یه بار کوچیک ها انتخاب میکنم و یه بار بزرگترش رو انتخاب میکنم و میبینید لایه ها بزرگتر و واضح‌تر دیده میشن. واسه یه جابجا کردن لایه ها انگشتتون رو روی موس نگه میدارید و لایه تون رو به هر جایی که میخواین درگ میکنید. اگه خواستید به یک لایه بالاتر برید، میتونید کنترل چه روی کیبورد رو بزنید و واسه اینکه به بالاترین لایه انتقال پیدا کنید، کنترل شیفت چه رو میزنید. واسه اینکه یک لایه بیان پایین تر، کنترل ج، و واسه اینکه تو پایین ترین لایه قرار بگیرید، کنترل شیفت ج رو میزنید. خب بریم سراغ قسمت هیستوری که شما هر کاری که انجام بدید از هر ابزاری که استفاده کنید اینجا ثبت میشه. با کنترل آل زد میتونید مرحله به مرحله عقب تر برید و اگه کنترل زد بزنید دوباره به مرحله آخر برمیگردید. اینم همه چیز راجع به لایه ها و هیستوری.